عطیه که در ناول اول خود به نام آسمان مرموز در قالب قصه عشق میان دو نوجوان اساسیت های نژادی جامعه افغانستان را گنجانیده بود، او این بار به یک موضوع بشری پرداخته، قصه مهاجرین غیر قانونی سوری. این کتاب تحت عنوان A Land of Permanent Goodbyes یا سرزمین وداعهای ابدی به لسان انگلیسی نوشته شده است و داستان تخیلی یک مهاجر سوری به نام طارق و سفر مشقتبار و طویل او از سوریه به ترکیه و یونان و بعد اروپا است. سفر که هر گردنه یان خطری در کمین اوست. یک قصه است که بسیار جالب است بر نفرها که نمیفهمند، مخصوصا زیاد نفرهای امریکا وایش که مهاجرین میبینن چیزهای بد میگن و میگن که اینجا نبیاین. عطیه‌ابوی از والدین افغان در مهاجرت در آلمان به دنیا آمد. بر اساس تجربه خانواده خود از مصائب مهاجرت آگاهی دارد. او با جنگ هم آشناست. عطیه زمانی که برای شبکه های خبری امریکا به عنوان خبرنگار کار میکرد در کنار سربازان امریکایی در میدان جنگ در افغانستان گزارش دهی می نمود. عطیه میگوید نظریات مختلفی در مورد مهاجرین در بین مردم جهان به ویژه در غرب وجود دارد که بیشتر آن ناشی از عدم اطلاع آنهاست و به نظر او نوشتن کتابی از سرگذشت یک مهاجر شاید تا حد بتواند دایره آنها را برجسته‌تر ساخته و نظریات منفی در مورد را تغییر دهد. زمانی که مردم در مورد موضوعات مختلف معلومات به دست می آورند، شاید مفکوره هایشون بیشتر باز شود و با دریافت اطلاعات بیشتر نظرشون در مورد یک موضوع شاید تغییر کند. دکتر نادیا هاشمی، خانم افغان که خود را برای انتخابات کنگرس امریکا کاندید کرده است، در حالی که با حوصله در صف ایستاده بود تا عطیه کتابش را امضا کند، از کتاب اول نویسنده توصیف کرده و آن را تاثیرگذار خواند. کتاب اولشان بسیار خوشم آمده بود، بسیار داستان مقبول و بسیار امی که نشته میکنه، آدم احساس میکنه که اصلا اینمی کتاب از دل خود نشته کرده، از یک جای مخصوص که می فقط آدم درو میکنه دمی داستان. عطیه در مورد این که چرا این عنوان را برای کتاب دومش انتخاب کرده چنین گفت: ایدیای کتاب مهاجرین که باشه از خود فامیلای ما آمده، از است خود ما بودیم، خود ما هنوز هستیم افغان ها، تا حال برای 40 سال حال مهاجرین شدن، اگر در پاکستان باشه، در ایران باشه، در اروپا باشه یا اینجا در امریکا باشه. مخصوصا که خبرها رو می دیدم و نفرهای سوریه رو می دیدم که یک روز زندگی خوب داشتن، باز روز دیگهش جنگ شروع شد. عطیه می گوید قبل از نوشتن این کتاب او برای ماها با افراد مختلف صحبت کرده، به ترکیه و یونان رفته و از نزدیک وضعیت مهاجرین را مشاهده کرده است تا بتواند به نوع احسن داستانش را ماهیت واقعی بخشد. خانم ابوی می گوید امیدوار است کتابهایش به دری و پشتو هم ترجمه گردد. شیلا سمی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.